افتخار دارم که امروز 22 سمینار علمی خود تحت عنوان نقش زونهای اقتصادی در توسعه دهات کشور تقدیمتان کنم. این سمینار توسط استاد محترم استاد مسعود بر شما ارائه خواهد شد. نخست من یک مقدار پیرامون استاد فعالیتهایشان و استاد با معرفی میگیرم. بعد از استاد سیمانه تقاضا میکنیم که انشالله به ارائه سمینار خود بپردازم که سالیان درازه که می نویسد سالیان دراز است که می نویسد با مسئولیت می نویسد و کارشناسانه به تحلیل مسائل پیچیده سیاسی و اقتصادی کشور می پردازد. او این راه 100 ساله را یک شبه منزل نزده بلکه گام به گام پیموده با شکیبایی و ریاضت. استاد مسعود در سال 1335 در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل دیده به جهان گشود و دوره ابتدایی را در مکتب تجربوی دارالمعلمین اساسی کابل به پایان رساند. ایشان در سال 1354 از لیسه حالی حبیبیه شهر کابل فراغت یافته و در سال 1358 خورشیدی از پانزده اقتصاد پانتون کابل سند لسانس به دست آوردند و متعاقب آن یک دوره آموزشی را در آلمان شرقی سپری نموده و در سال و بعد از او دوره مستری خودانه از پانتون دولتی تاجیکستان به دست آوردند. از استاد مسعود آثار و نوشته های بسیار زیاد تهیه و چاپ شده که امروز خوشبختانه که 54مین 45مین کتابشان بله 45مین کتابشان اقبال چاپ یافت. برشان تبریک میگم. کتابایی که از استاد مسعود به چاپ رسیده یک تعداد اندک شمارش میکنم خدمتتون. غزنی گنج از آدام اثر تحقیقی در رابطه با شخصیت های علمی فرهنگی و عرفانی غزنی باستان است. افغانستان در نشیب و فراز بحران اقتصادی پشت پرده کسی است. ای هم اثر پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر است. عشق من امریکا اثر طنز است. بانکداری اثر پژوهشی است. پول و کردیت هم اثر پژوهشی هست و سازمان های مالی و پولی بین المللی تحلیل اقتصاد افغانستان بعد از انقلاب چگونگی وضعیت تجارت خارجی افغانستان طرح سنجش مالیات در افغانستان چرا باید بازار آزاد دیگه به می اساس استاد مسعود در حدود 200 نوشته هم تهیه کردند که از طریق رسانه های چاپی داخل و خارج کشور اقبال چاپ یافته و همچنین سخنرانی های بسیار زیاده در مجالس علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور ایراد کردند. همچنان استاد مسعود یکی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی است. ما را گفتن بین یک سمینار بتین راجع به دیات و میز مسائل در کجا باید بیم؟ گفتن که در نشست میان. یکدم خوشم آمد که امو چیزی را که برای دکتر سبغنی و دکتر عبدالله و وزرا دادیم و تا اندازی از او استفاده میکنن ولی نام ما را نمیگیرن. بیکنم او را برم در نشست پیش همصفه های خود ترک کنم. ما را نشست ور فاکولته ور پانتونه که میبینم و در اکادومی که میرم فکر میکنم که همصفه های ماست و حرف دل خود به اونا میزنم زیادتر. برای از اینکه این حرف دل ما در هیچ جای شنیده نمیشه بجز از در مجمع خود ما. ارزشش هم کس نمیفهمه غیر از مجمع خود ما. ما خود ما خود ما هستیم و اگر ما خود ما بفهمیم که ما هستیم بسیار باز پیش میریم. در غیر صورت همگی از این میترسن که چگونه جامعه اکادمیک نشه. حتی دوستایی که خارجی هستن این جامعه اکادمیک افغانستان نادیده میگیرن. میگن کونه است. میگن که تره نداره. میگن حرفای جدید ندارن. بر ما مدل میارن. بر ما فرمول میارن. همون فرمولایی که ما نشون میکنیم. همون فرمولایی که ما میگیم. من یادم میاد که چیزی را گفتم یک سال بعدش کسی آمد یک دوست ما از خارج همون چیز را تشریح میکرد مگم به انگلیسی و بعد بسیار مورد تایید قرار گرفت. در بیرون که رفتیم در جایی که ششتیم گفتن که استاد شما هم زیاد استفاده کرده بودیم. اساس مالمات سوار بشه. اگر شما مدیریت میکنه شما میگه که
چند تا منبع کار میگیره، منبع مالی، منبع فیزیکی، منبع انسانی و منبع معلوماتی. منابع معلوماتی در بیس قرار میگیره و بر اساس ازمون شما برنامه تو نجات میتونه که ما متاسفانه این منبع را بسیار بسیار ضعیف داره، فوق العاده ضعیف است. از یه پیشنهاد میکردم من برای آقای کرزه پیشنهاد کرد قبول کردم و متاسفانه تغییرات آمد و جناب دکتر سرمت و دکتر سر پیشنهاد کردیم که ایجاد یک مرکز ریسرچ ملی رو باید ما ایجاد بکنیم. ما در بعضی جایی هم مراکز ریسرچ داریم، در پوانتون کابل داریم، وزارت داخله داریم، وزارت خارجه داریم، شاید به امکشاف زیاد داشته باشیم، در پوانتون ها نو نو ایجادش کردیم، ولی مرکز ریسرچ ملی که بتونه که یک دست یک واحد بر ما بده و ما به اساس از او ولو که اشتباه آمیز باشه کار خود انجام بدیم، بتونیم کار انجام بدیم. در غیر صورت شما مجبور هستید به ارقامی که بیرون بر ما میده و زیاد سیاسی است اتکا کنید. ارقامی که دنیا بر ما میده یا پاکستانی ها میدن و یا خارجی ها دیگه میدن برای ما، در پاریس اهداف خود داخل میکنن. این اهداف است که ما شما خراب میکنن. به اساس اهداف از اونها ما برنامه خود میسازیم، به اساس اهداف از اونها ما کارات را پیش میبریم و آرام آرام میریم که در حقیقت به صورت غیر مستقیم یک وسیله برای تطبیق اهداف از اونها شده. توجه کردید؟ سوال پیش میشه که با تمام مشکلاتی که امیال وزارت انکشاف اتحاد داره، با تمام کاری که انجام میده، چرا یه وقت شما وقتی که سیمینار میگن میگن که به هدف کلی نمیرسه؟ ما ارقام نداریم، چی کنیم و در اونجا کجا کنیم؟ چه که آدم اونجا هست؟ چه که منابع اونجا هست؟ چی گونه حرکات اونجا هست؟ چی گونه تقاضا را؟ چی گونه ارزه را؟ چی گونه تولید را؟ چی گونه سرمایه‌گذاری با تنظیم بکنیم؟ که نیست. از این لحاظ پیشنهاد من برای دولت رو بود، یک پیشنهاد میکنم برای وزارت انکشاف دهات، یک پیشنهاد میکنم برای خود انستیتو، اگر شما یک مرکز ریسرچ در روستا را ایجاد کنند. تمامی حرفای ما را که غلط میبراید وقتی ما در سمینار بلبلی میرم بسیار با ترس ارقام میگم، با دو تا سه تا ارقام میگم و به خاطر کنها قبول کنند باز ما میگم که این سازمان بلبلی برای ما دادن، باز با کلم میزنم که اوکی نه؟ در غیر صورت ما یاد ندارم از کجا بگویم بشن. درست از سایه مرکزی بسیار قوی است، قبول میکنم بشن، محمد بسیار کار میکنه ولی نمیتونیم ما نفوذ شمالی را کجا کنیم. برای تا 1357 یک بار نفوذ شمالی کنیم، یعنی یک نفوذ سرتاسری که ما انجام دادیم شد سرشماری ده تنها 1357 بوده، باقی مانده سرشماری نشده. ما به اساس ارقام غلط، دیت غلط، موتای غلط و داده غلط کار خود انجام میدیم، پلان ما غلط میبرایم. اگر میال دکتر صف غنی بسیار تلاش میکنه که یک برنامه بسیار قوی رو بسازن، نه نمیشه قوی. ما به اساس داده های اشتباهامیز پلان رو ایجاد میکنیم، خودش اشتباهامیز میشه. از این لحاظ ما وقتی شما را میگیم که انستیتو بسازیم، برای اینکه در وقتی که ما در دیوان بحث میکنم معلومات داده شده وزارت انکشاف دیوان اساس بحث من قرار میده. ما دوا بر اون یاد که رفتم در همین دو سال پیش در مدیت در انستیتوت مدیت تهران ایران بحث میکنم سر بی سر روسای کن ما همه داده ها شما گرفته بودیم، داده ها چقدر درست بوده که بوده و اگر در صورت این داده ها خراب باشد، ما شاید تعداد آدم های محققین بین‌المللی که میخواید تحقیق کنم به اساس گفت ما هم تحقیق میکنم، مقاله را میگیره، روزنامه را میگیره که این آدم نشته کرده، این به اساس تحقیقات انجام شده، او حساب ما را میکنه و ما تا اندازه میره که ضعیف شویم. از این لحاظ من پیشنهاد میکنم که بین که اگه شبه یک انستیتوت ریسرچ ملی را ایجاد کنیم، نه تنها یک چیز ملی را که تنها یک گپ باشه برای رئیس جمهور بده و اگر رئیس جمهور میره مثلا میره قزاقستان بخوای رئیس وزیر پسان کنه که ما در قزاقستان چی کار داریم، میگه 1 2 3 4 ما در قزاقستان کدام بازار رو داریم، 1 2 3 4 انواع بازار در قزاقستان چی گونه است، اونی که بول مونی بول اوتوبی چی این فقط به شفته میده، یعنی یک مرکز رسر جمعی نیست، یعنی مانا داره که معتبرترین مرکز را باید ما ایجاد کنیم و شما میتونید به خاطر از اینکه نام خدا من که میبینم شما هم تعداد آدم ها داریم در پالوش هم شاید منابع هم داشته باشه، منابع مالی، منابع فیزیکی هم دارین، منابع معلوماتی هم شما وسیع هم دارین و انکشاف هم از ده شروع میکنیم. برای از اینکه من پسانتر میگم که بعض وقتا من میگن که تو حرفای ماویستی میزنی و من تا که از ده آواز نکنی از شر نمیتون روش ایجاد کنی، سفر میشی. فقط از ده آواز کنیم، از این روز است که تمامی خارجی ها هر جای کسی میاد دیر بیان میکنن، دیر بیان میکنن ما گوش نمیکنیم،
دیر ویران میکنه ما تولید نمیتونیم، دیر ویران میکنه ما سرمایه گذاری نمیتونیم، دیر ویران میکنه ما مناوین تولید پیدا نمیتونیم. گذر دیس اینی جس یعنی مانا داره که طالب امی دولت ما طرف امی پول باغمی امی را میبینه، یعنی طرف دارمان تلیخ داره نداره، اگه طرف به مرکز اساسی روش نیجمه با بزرگترین متخصصین خود اینجا ایراه کنن بیایه و گپای خاص بزنه تا ما کار انجام داده بتانیم. از کجا ما آغاز میکنیم؟ از امی لازه است که ما میمه از کجا آغاز کنیم؟ سوال پیش از کجا آغاز کنیم؟ حالا ما نمی حرکت عجل انجام میدیم، ما از هر جای میزنیم، در هر جای میدیم. ما در خط پسندارا میگیم که چرا ما زیاد فشار میدیم سر مزیت نزوی، چرا زیاد فشار میدیم سری که در کدام منطقه کدام مزیت ها وجود داره و چی باید شود، خود چی گونه دیوات پسندارا که بکنه. من پیشنهاد برنامه بود که قبول هم کردن، لطف میکنن موضوع سر و استاد دیگه که دعوت یک سیستم کار میکنیم، روز دیگه که با شما مرا وقت دادن یک هر وقت شما وقت داشتین با سر اقتصاد روستایی کار میکنیم. در این مدل میاد ما مدل حتما در مدل از اول ما وقت کار کردن ما حتما مدل دوش، مدل ببر، مدل کارلتون، مدل پایر یارا میارن در مدل کار میکنیم تا که ما مدلکی کار نکنیم، تا که به اساس یک مدل حرکت نکنیم و تا که اون مدل مطابق با شرایط خودت بود عیار نسازی و خانه نسازی، ما با یک چیز میمانیم که حتما میمانیم که باش که پویمونم که پول بده بر ما، باز بر ما نسخه بده که چی رو جور کنی، کنی چی جور کردن نمیشه. اگر پلچک آدم بسازد من چیز آدم پلچک، من پلچک نمیسازم. شما که این میرین یک شهر کهنه رو میبینیم، رنگش بسیار سرخ نارنجیست، همین هندوستان دیلی، در درون هر اتاق کهنه 50 تا کامپیوتر ماندگی است، 50 نفر پسر نشین نشسته. همین کشور کهنه سالانه 2.5 میلیارد دلار صدور مغز داره که مالیه هم بس میتن. ما فرار مغز داریم، اونا صدور مغز میکنن. یعنی فرار مالیه، فرار مغز در هندوستان فوق العاده کمتر است. فوق العادگی داره. از این لحاظ ما میگیم که آیا از دی شروع کنیم یا از روستا؟ ما میگیم از روستا شروع میکنیم. برای اینکه به نظر ما شما رو ملامت نکنید، در افغانستان شهر نیست. تعریفی که ما از شهر داریم، شهر ما شهر نیست. کابل شهر نیست. از شهر و زمان شهر میگیم. از شهر و زمان ما یک چیز دیگه میگیم. ارمانات خصوصیات که باید ما داشته باشیم در شهر نیست دیگه. ما همش دیس. از دی آغاز میکنیم. چرا از دی آغاز میکنیم؟ برای اینکه میگن در هر جایی که اگر ما شش سوال اساسی را جواب بدیم، بهترین جایی است که ما از اون جا آغاز میکنیم. شش سوال اساسی رو شما میفهمید. ما چی را، چرا، که، کی، کجا کار انجام میدیم. یعنی شش سوال اساسی که ما شما در خانه انجام میدیم، در بیرون انجام میدیم، در همینجا انجامش میدیم. چی را باید ایجاد بکنیم؟ اگر نفهمیم ارقام نباشه، نمیتونیم چیز بگیم. باز انگیزه ها میاد. باز انگیزه های مذهبی، انگیزه های قومی، انگیزه های منطقوی، انگیزه های لسانی، انگیزه های چی و گپا میاد. و در پالوتان هم دقیقه پارلمان استفاده شده به خاطر از حرکات سیاسی انجام بدن، شما را کش میکنن در مابین یک دی میبره که سرمایه‌گذاری شما را در جای انجام میده که دقیقه نمیتونه که پرودکتیویتی خود را با وجود بیاره، برابری بده، برابری به اندازه صفر است در بسیاری سرمایه‌گذاری و خراب میشه. چرا جواب داده نمیتونه؟ چطورش هم جواب داده نمیتونه؟ برای کی هم جواب داده نمیتونه؟ کی هم جواب داده نمیتونه؟ در کجاش هم جواب داده از این سرمایه‌گذاری که ما انجام میدیم، چی در ده چی در شهر، به خصوص در شهرها که در حقیقت ناکامی بسیار ناکام مانده و در دیهات که انجام میشه، ما عمدتاً یک چیز انجام داده نتونستیم. ما شهر آوردیم به ده، نه ده رو بردیم به شهر. چیز اساسی که وزارت شما کار میکنه، وزارت شما یک سیاست، یک پالیسی داره، یک پالیسی که نه فهمیدم شخصی یا نشده که ما شهر رو به ده میداریم. یعنی معنا داره که آدمای آمده شده از ده دوباره باید پمپ شه به شهر و در اونجا باید حرکات شد و حرکاتی که تلقیم حرکات مدرن باید بیاید. این مالا سرک جور شد، شفاخانه جور شد، در اونجا مثلا کلینیک جور شد، یک فابریکه جور شد، زمین ها دوباره جور کنیم، آبیاری دوباره پس اصوار بسازیم که مردم دوباره پس بره از ده، بره از شهر بره به ده و کلتور شهر به ده ببره و دوباره در اونجا ما شهرهای نو ایجاد کنیم. ما در حقیقت آساس آمدیم به 4 تا شهر خلاصه شدیم و آساس ها میریم که از میان برداشته شدیم. از این لحاظ مشکل ما این است که ما از ده به شهر میبریم. وقتی از ده به شهر میرین، 6 سوال باید ما جواب بدیم. در ده باید چی را ایجاد کنیم؟ چرا ایجاد کنیم؟ چطور ایجاد کنیم؟ برای کی ایجاد کنیم؟ کی ایجاد کنیم؟ و این را در کجا ایجادش کنیم؟
ارمانا داره که اولویت بندیه که در دیار صورت میگیره برای ما بسیار مطرح است. پس ما میگیم که چرا ما میگیم به زون تبدیل کنیم خدا؟ ایده بعضی وقتا وقتی کتاب نشر شد یا کتاب نشر شد اینمی چی باید کرد؟ یه نفر تلفن کرد که استاد چی باید کرد؟ لینن نشر کرده. ما گفتم خیر است، ما فکر کنیم لینن افغانستان ولی که ولی لینن نشر کرده. لینن نشر کرده چی باید کرد؟ ولی محمود طرزی هم نشر کرده چی باید کرد؟ هیچ محمود طرزی نخونده در زندگی و محمود طرزی رو شاید نشناسه و لینن نمیشناسه. ما تو کوتم میگه ما هم تو کار انجام میدیم. بردم برای دکتر صد دادم، برای دکتر صد دادم، بلاد دادم، برای دکتر صد غنی خودم میخو بردم برشون دادنش که ما مجبورن با چنین کار رو انجام بدیم. در غیر پیسه هدر میده. تجربه نشون داد که ما پیسه هدر رفت، نه؟ تا اندازه کار کردیم ولی کار ما تا اندازه خراب اومده. پس چی باید کرد؟ اقتصاد بزون تبدیل میکنه. گفتن که استاد مسعود حرفای ستمی میزنن. ارمانا داره که این فدرالیشن کار میکنن. ما میگیم فدرال، این فدرال اقتصادی هست. قبولش کنه نه است. ولی فدرالیزم در افغانستان نمیشسته. آسانی. برازی که او قسم ترکیب انسانی در افغانستان صورت گرفته که دیگه ما جدا جدا نیستیم. کل ما گد هستیم. من مزبک هستیم. تاجیک. و مهمتر از اونها که سیدا که در رأس کلش قرار دارن یعنی خود ما، نه؟ از این لحاظ ما میتونیم چند تقسیم کنیم. آیا موقعیت، مردم، عادت کدام میشه؟ ما موقعیت گرفتیم. ما به اساس موقعیت بایزون میسازیم. در افغانستان بدیه ای است که ما در مرحله اول رشد و تکامل انسانی و اجتماعی قرار داریم. یک وقت مارکس میگفت میفکرنی جامعه کرد به چند مرحله تقسیم شده. میگفتن که کمون اولی است، باز میگفتن که بردگیش با فیدالی، باز سرمایه‌داری، باز سوسیالیسم تو میگفتن. یک کسی دیگه به نام روسو پیدا شد. این روسو یک آمریکایی است. این میگن مارکس نظام سرمایه. این در مقابل پنج مرحله خود را مطرح کرد. مرحله ای بود که جامعه سنتی و عرنوی، جامعه مقابل جهش، جامعه جهش، جامعه تقرب براش و مصرف کتلوی. پنج مرحله را مطرح کرد. بدبختانه افغانستان در طول 60 سال است که در مرحله اول نصف پای بزید. 60 سال است که در مرحله اول پیش از این خدا میتونه. این امانا دارید در مرحله اول ما دولت مرکزی که همگانی باشه نداره. ما زبان مشترکی که یک زبان باشه کل ما قبول نداره. ما سرحد معین نداره. یک قریه با یک قریه و چون یک روستایی با روستایی دیگر یک ولایت با ولایت دیگر فرق میکنند. نه؟ عقیده هایی که من از یک منطقه هستم و افتخار به او باشه بسیار زیاد است. افتخار به ملیتش و قومی که داره بسیار زیاد است. مرکز آقا سرپوک بسیار خوش میده. یعنی با وجود کستان مسود هستم. نه؟ پس آقا سرپوک از من کنده که بالا میگم که من آقا سرپوک. آقا زود دست آماج کنم. چون ما بوم بالا نه بابا یا کسی این افتخار است. ما در مرحله اول سنتی و ندوی هستیم. در مرحله سنتی و ندوی چنین که ها وجود داره و به خاطر از اینکه بگرزیم بریم بچه به معقل جهش باید کار را انجام بده. کار از ده آغاز میکنه. کار که چین آغاز کنه. چین عین شکل در انقلاب نوزدهصد که 47 آغاز شد عین شکل در این مرحله قرار داشت. حرکت کرد از ده آوردش ثباتش کار، بعد ثبات اجتماعی، بعد ثبات سیاسی در یک حال به قدرت دوم دنیا تبدیل شدنش. معنا داره که وظیفه شما انستیتوت، ما از خاطر امروز آمده که گپای خراب که میزنم بر شما این است که وظیفه شما وظیفه دیگه است، همین شکل ملا برشه است. یعنی معنا داره کنومو که در خط شما از مسجد آغاز میکنید مسئله مسلمانی و یاد دادن قرآن مجید، شما آغاز انکشاف از اینجا آغاز میکنید، انکشاف دیار. در صورتی که انکشاف دهات نشه، ده تو انکشاف نکنه چگونه میتونی که شهر انکشاف بدی؟ ده تغذیه کننده شهر است. چی از لحاظ تولید، چی از لحاظ منابع انسانی و چی از لحاظ فرهنگ. در ده بسیار فرهنگ اصیل شما در اون وجود داره. اصیل ترین حرفای شما در دهات است. اینجا که میگم ما دیار خانی کار میکنیم. توجه کردین لذا ما از کجا آغاز میکنیم؟ از موقع. موقع چگونه؟ ما تقسیمات معین رو انجام داریم. این مثلا شما مثلا زون شرق 4 تا ولایت داخل از میشه کنه نورستان،
لغمان ننگران الان شما بینید که اینا چی بودن خصوصیت دارن اینا آب و هوای از اینا منابع از اینا مصرف از اینا عادت تولید از اینا کلش یک رقم است ولی کلش فایده دیگه که هم ما به دست میاریم توسط همین تقسیمات خود ما مرا جناب دکتر هست گفت که این یک ذره مردم احساساتی نسازه یا مثلا یک روی خراب را برای مردم نشان نده یک نقص ما یکی از نواقصش نمیست که اگر ما یک زون بیاریم یک باز خرابی میه مثلا زونه که ما در مرکز آوردیم پروان است، پنشیر است، دایکندی است، بامیان است، اینیاست یا گرد میخوره ایت در پانستان شروع کرده نمیتونه یکی دیگه خودم ما میتونم که ممانعت کنیم یکی دیگه خودم میتونم یاری کنیم از لحاظ موقعیت باید ما تقسیم کنیم خودم یعنی کسی که مثلا اگر کسی در شرق کار میکنه میفهمه که مثلا انکشاف دیاد که ما در زون شرق چقدر تعداد قریه وجود داره چقدر مردم وجود داره و در اونجا پاس میانیم که عادت مصرف و تقاضا کننده چقدر است کسی تقاضا کننده است چقدر تقاضا کننده وجود داره آه. ما چی خواهیم زون ها میسازیم زون اقتصادی زون صنعتی و زون عادی زون صنعتی پیشنهاد خود دکتر سگاس این دکتر سرغنی موقعی که پیش از اینکه رئیس جمهور شوند موقعی که در شورای نخبگان یک جای بودیم خانهشان آمدند زون صنعتی رو خودشان طرح کردند گفتم این زون اگر زون صنعتی شامل شود پنج زون صنعتی را پیشنهاد دکتر است ما میتونم بگم که پیشنهاد خود است دوزی کنم آنتی آنجاست که دکتر سرغنی شده این هم یعنی گفتن پنج زون صنعتی در درون پنج هشت زون اقتصادی و هفت زون آبی ما که هفت زون آبی میگم وزارت چه پانزه زمین شناسی که آب و کپار کار میکنن و وزارت آبرسانی امرای مخالفت کردن اونا میگن پنج زون آبی داریم ما میگن هفت زون آبی از لحاظ استفاده اقتصادی داریم شما بهترین جهیل دارین در بدخشان شما آب استفاده دارین در بامیان چگونه میشه که از جا استفاده نکنید تنها یک دونه کشتی آورده برادرای زاری ما مانده هیچ چیز دیگه نیست چگونه نمیشه که از جا استفاده کرد یا بهترین منبع توریستی و بهترین منبع اقتصادی مو است بهترین منبعی است که میتونه دیر در حد بالا برسانش یا تغذیه کننده است که باید چیز شوه تقسیمات زون ما به این صورت میگیره که زون شمال است زون شمال شرق است که در حقیقت بدخشان و قندوز و بغلان یا میگه که باستان دارم میشه زون شرق، زون جنوب شرق، زون جنوب غرب، زون غرب و پایتخت پایتخت جدا میکنیم یعنی مانا داره که این فدرالیزم نیست تنها از لحاظ اقتصادی بسش میکنه هر کدام از این رئیس زون میشینه در هر کدام از یک رئیس زون است این زون لینگ میکنه ابرای رئیس جمهور خوده رئیس زون بعد ما شما ببینیم که چی مزایای رو خلق میکنه برش بسیار ساده مثلا ما با چند گروه میل تقسیم میشیم هر کدام یک سرگروه پیدا میکنیم یه سرگروه برای ما بسیار زود تماس میگیره تا اینکه ما با کل شما تماس باشه دستم فرزید دلم هستن ما دستم گروپی کار میکنیم گروپ کار میکنیم هیچ وقت ما به گروپ کار نکنیم تو بودستان ما به گروپ کار نمیکنیم کلش در گروپ ها تقسیم میشیم به گروپ کار میکنیم اونا میان گروپ ها سمینار خود انجام میتن گپ میزنن حدیث کار خود انجام میتن نه؟ این هم میشه که بسط کلان ما چنین کار را ما انجام بده بستش کنیم سعیس سعیس ما گوی عادت تن منه انا قرار بسته میکنم آنید این حاله این زونا این خم زونا هست یه شما سنوی بینیم که آیا با این تقسیمات ما موافق هستیم نیستیم بینیم که ما این تقسیمات کنیم ایدن مثلا ما بلخ و فاریاب و سمنگان و ججار و سرپل در یک زون بیاریم بعد تولیدشان فکر کنیم که چی تولید انجام میده مثلا میگیم سرش و بغلان و قندوز و تخار و بدخشان را در یک زون بیاریم پروان و بامیان و پنشیر و کاپیسا و دایکندی نگران و لغمان تا کابل از این زون سازی ما خانه فدراسیون فوتبال آورد چون ما از پیس کرستوربان فوتبال هستند در اونجا بیرون میاییم اقواد 8 زون رو تقسیم کردن همین 8 زون داریم همین فوتبال برتر کس می ما 8 زون داریم یعنی این زون ها تقسیم شده ایست ما بسیار پایده کردن شما یک بچه مثلا یک جای از یک ولایت دیگر شما در تیم میانتالان میبینید وقت نمیگرفتن کسی دیگر چطور میشد که یک بچه از وارد بیاید یک
در یک امره پنشری یا مثلا بغلید یک جو شد حالا یک جو کار میکنن از ما خودت یا نزدیک میشن با یکی ده ما در حقیقت دوری ما یا دشمنی ما وقت صورت گرفته که ما دور استیم هر چقدر شما نزدیک شوین اونم وقت شما دوستر میشن کسایی که جوان هست یادشون نمیاد که ما یادم میاد یک چوب فروش ازورگی در پیشخانه ما بود این میرفت در جاجی سه چهار هفته اونجا خواب میکرد اونم جاجی رو میمان میکرد دو موترش چوب برش بار میکرد پس رویش میکرد میگه من خود رفتم خانه آقو برای نمام که بیم او که میامد ها زرا کجاستی میرفت در خانه ازمی خواب میکرد نه هیچ وقت ما دو نبودیم مثل حال واره بدترین شرایط حال میده که ما دو هستیم یک قریه با قریه دیگه حتی شاید وزارت انکشاف شهری با وزارت انکشاف دیات نام رقابت خان جان بوده در این مسئله بودجه کسایی که بودجه رفته میفهم از این مواد اونجا کمیسیون سر بودجه میفهم که او شالا میگه که این مرا بده این شالا میگه مرا بده اگر ما وزارت انکشاف دیات چی باشن شهری باشن با فایده من همیشه به این میرم این به یک جو کار میکنه شما پلان تران بتن ما کار کرد میرانی تو تا ما از یک جای آغاز کنیم تا از یک جای آغاز نکنیم معجل میشیم ما نمیدیم سرمایه بسیار کم است سرمایه نداریم باید سرمایه را باید ساخت در یک جایی که میتونیم از لحاظ فوتبال یک گپ بسیار جالب است کسی فوتبال کرده میگه آسان‌ترین خوبترین پاس آسان‌ترین پاس است خوبترین سرمایه‌گذاری آسان‌ترین سرمایه‌گذاری است و خوبترین سرمایه‌گذاری در پاسان سرمایه‌گذاری باید دی است ضربه‌ای که طرف مقابل ما انجام میده اپوزیسیون در دی انجام میده ما را فلج میکنه جنگ که میشه متوجه باشیم تلفات میریم غیر در دی دیگه جای تلفات نمیبینیم حمله میکنن در مونجا نمیمونن گپ در مونجا بوده چیزایی که ما داریم این نفوسشون است ببینید که ما در نفوس باید پیدا بکنیم نفوس خود نفوس است که شما هم شک دارین ما هم شک دارم ما باید پیدا کنیم که چقدر عامل تقاضا وجود داره چقدر مصرف کننده وجود در حقیقت یک نفر تقاضا است شش نفر مصرف کننده است هر وقت ما دانستیم تقاضا را بلند بردیم به خانه این مورد را شش نفر شش نفر کار میکنه که هر خانواده شش نفر میگیره اگه واسه یک نفر دو نفر شد ما در حقیقت 20% حرکت بالا آوردیم هر چقدر دولت تانست 20% بیاره اگر ما می مشاهده 5% یا پایین تر از یادگمی آدود در ده زندگی میکنیم مردم ده هستیم اگر تغییر دادیم تاورش بر تقاضا از اقتصاد طبیعی به اقتصاد غیر طبیعی پولی داخلش کردیم رشد سریع انجام میشه یکی از گپایی که کنز میزنه میگه که در کشورهایی که بعد از جنگ ما متاسفانه داخل جنگ هستیم قبولش کنیم بعد از جنگ یه از که مصرف پایین میاد سطح مصرف این سطح مصرف به خاطر پایین اومده درآمد وجود نداره درآمد از کجا بلند میبریم فقط از دی را کش کنیم بالا درآمد برش خلق کنیم این میه بشر در حقیقت برای تولید فابریکه شما در حقیقت تقاضا خلق میکنه خود تقاضا خلق کردن باعث میشه که درآمد ایجاد کنه سرمایه ایجاد شه و انباش سرمایه ایجاد شه و انباش سرمایه سرمایه داخلی مطرح شه که رشد منطقوی از اونجا میاد رشد منطقوی شما یه رشد منطقه میکنید جمعیت فعال میشه فعالید به نیروی کارها که بعد از اینکه نیروی کار وجود بیاد مقایسه مزدها انجام میشه این مقایسه مزدها باعث میشه که ورود سرمایه ورود کار نیروی کار از خارجی بلند شه هر دوش نیروی کار ایجاد میکنه مثل که روزهای اول از 2001 تا 2005 بر ما صورت گرفته ما 2500 تا انجینیر بسیار کلان پاکستانی، ترکی، ایرانی و اروپا در این کشور خود داشتیم که میاد بر ما میساختن هر چیز ما میده پس انداز میکنیم و در پالوش هم نرخ بازگشت خیلی میسازیم نرخ بازگشت حدود سرمایه مطرح میکنه پس انداز سرمایه داخلی مطرح میکنه هر دو سرمایه را نیروی کار سرمایه جا میشه رشد منطقه جا میشه از کجا؟ از تعداد ما متاسفانه از 50% کار میکنیم تعداد برکت نمیدیم تعداد چیز دیگه است در افغانستان تعداد شر نیست یکی از گپای کلان تیوریکی که بین ماویزم و او آدم دیگه مخالفی بود که ماویست ها میفتن که از ده آغاز کنن کشورهای رو به انکشاف و سوسیالیست هایی که مارکسیست بودن میفتن که از شهر آغاز کنن این معنا داره که رشد اقتصادی از طریق فابریکه صورت میگیره اینا میگن رشد اقتصادی و اجتماعی اول بر اساس ده صورت میگیره تا ده آماده رفتن به شهر شود آماده رفتن به فابریکه شود کاری که داوود خان انجام داد در وقت ما شما داوود خان نیفت که من اصلاحات اراضی میکنم یه اصلاحات اراضی قسمی بود که میفروخت زمین
دیقان یا مثلا سرمایه‌دار و ملاک برای دهقان مفروخت، چون مفروخت تجمع سرمایه صورت می‌گیره، دهقان دوباره این را توزیع می‌کرد به دهقانا. خود سرمایه‌دار چون تجمع سرمایه صورت گرفته بود، دیگه زمین نداشت، نمیاد در شهر، در شهر فابریکا می‌ساخت. ده چون زمین‌ها را گرفته بود، یک جریب و دو جریب، سه جریب، ده جریب، تغذیه می‌کرد شهر و صنعتی‌شوارش آر مرکب می‌کرد. مثل که ایران همین شکل کار می‌کرد، انقلاب سفید رضا شاه چنین کار انجام می‌کرد. یعنی معنا داره که اگر ما عمل از معامل اصلاحات اراضی را از بالا به پایین انجام بدیم، ما شما پیروز می‌شیم. نه اصلاحات اراضی را که از پایین به بالا، از پایین به بالا نتیجه نداد که 1357 انجام داد، نه، ولی از بالا پایین میشه، خریداری شود، پول به اجاره شود، دهقان‌ها صاحب زمین میشه، میشه رئیس، دیگه حلال است، دیگه حرام نیست، و آدم میاد داخل شهر و در شهر سرمایه‌گذاری میکنه، ما میبرمش. مگر اینکه اگر سرمایه تجاری نباشه، که سرمایه تولیدی باشه، چیزی که کلان ما کارن. ما از خاطر میگم که در ده سرمایه تجاری بده نمیکنه، در شهر سرمایه تجاری فوق‌العاده زیاد است. در شهر عمدتاً سرمایه تجاری در حقیقت در خدمت تمام تولید کنندگان خارجی هستن. یعنی میال مال تا کل کالای ما شما بینه، سر تا پایتان بینه، هیچ افغانی نیست. یعنی می تجار رفته و آورده، ما پوشیدیم، پیسه رو خارجی دادن، ما شما در ده تو نیست، در ده پورید خودش تولید میکنن، هر چیز تولید ایجاد داره در ده، شما فقط دیر مکان بگیره و در ده چیز تولید کنیم اون عمده است. ما شما پسان میگیم که کل تولید نمیتونیم. یعنی مانا داره یکی از نواقص ما این بود که ما در حقیقت چرایی فایل کردیم، آل کنیم فامیده. من خود نادر نادری رو گفتم پوان سبه، این پون نادر سبه که نادری سبه که اثبات داری نه و خرد بود. اول که آمدن چی آمد؟ می آمریکایی و غربی آمدن، باز ما یکان گپا می زده. برازی من گفتم چرایی فایل نکن، بیان که امیر جور کنیم. پیش که شد کازمی پیش شد، مصطفی کاظمی وزیر تجاره، گفتیم ما چند کالا را امایه میکنیم، این کالا را در حد معین میرسانیم، این کالا پخش میکنه که 10 تای دیگه را آرام 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 ما در ظرف 5 سال میرسیم در چند هزار کالایی که میتونیم در داخل تولید بکنیم و در مقابل خارجی هم رقابت بکنیم، بازار هم بگیریم. اگر چرایی فایر کنیم، چون سرمایه کم است، سرمایه میره و چون سرمایه ما نداریم، توجه کردین، و بهره‌وریزم کم است به خاطر اینکه ما شما در تکنولوژی پایین‌تر کار میکنیم و سطح مصرف هم برای کالای بلندتر هم وجود نداره. از این لحاظ این میگه است زون برق ما اگر رو بگیرم میشه که 220,943 هزار واحد تقاضا وجود داره، در حالت نفوسش اونو که 6,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 
یعنی مانند 220 واحد تقاضا داریم. او تو ما سنجش میشه که ما در شهر چقدر داریم، در ده چقدر داریم، کدام ده زیادتر است و چی ضرورت داره. باید ما تجدید بکنیم که در زون شمال چی ضرورت زیادتر است و چی میتونه تولید کنه، چی رو بیاره، چی رو بفروشه. مانند داره که ما در آخر بریم مزیت مطلق کار کنیم. ما مزیت نسبی کار میکنیم. مزیت نسبی است که شما هم تولید میکنیم، ما هم تولید میکنیم، چیز رو تبادله میکنیم که در حقیقت بتونیم ارزان‌تر. اگر چیز رو تولید ما چیز رو ارزان‌تر تولید کردیم، وارد کردیم، شما تولید ما سر مصرف میشه. چیز دیگه است که ما موتر تولید میکنیم. یا چیز شما تولید میکنیم، ما هم تولید میکنیم. شما ارزان‌تر تولید میکنیم، بهتر ما تولید میکنیم. یک جوری کار میکنیم. این سرمایه انتقال میکنه. سرمایه توزیع مطلوب و عادلانه میشه. اگر ما در حقیقت توزیع عادلانه سرمایه انجام بدیم، مثل توزیع عادلانه آب رو میشه. از شمال تا جنوب با 44 بند ساخته میشه، ما در حقیقت میتونیم توزیع عادلانه آب انجام بدیم. و افغانستان در 5 سال تبدیل شد به یک کندوی منطقه. این هم شرم است که ما بگیم که زراعتی است. خب؟ ما هیچ وقت میرم در بیرون نمیم که ما به سوی حرکتشان به سوی زراعتی شدن میرم. زراعتی شدن خواهند قرن 18 و 14 بوده. ما به سوی ایجاد اقتصاد صنعتی زراعتی به کار میریم. چیزی که اروپایی ها کار کردن. اروپایی ها 4 مرحله کار کردن. بود زراعتی، زراعتی صنعتی، صنعتی زراعتی، صنعتی. 4 مرحله آمدن. ما مجبورن با 4 مرحله بیاییم. اول زراعتی، بعد تپالوی زراعت صنعتی ایجاد کردیم. بعد از این کل پیسه ما را که میخورن، همین صنعت زراعتی میخورن.
شما یک سه بتونه بفروشن به 70 روپه و یک قوطی جوس رو میخرن 60 روپه. یک سر 4 تا قوطی جوس ایجاد میکنن. 3 تا قوطی جوس دیگه که شما میرین از جیب شما گرفتن خودتون دادین به طرف مقابل پولش میدین. اثرتون رو میخورن. ارمانا داره که ما به سوی اقتصاد به سوی زراعت زراعتی سنتی می حرکت میکنیم. نه به سوی ازی که ما تنها زراعتی باشیم. هر کس ما بویم که ما کشور ما زراعتی است شرم زمانه است. در قرن 21 ما زراعتی نیستیم. ما به سوی حرکت ما به سوی صنعتی شدن زراعت است. چگونه زراعت صنعتی بسازیم؟ پیشنهاد ما در اینجا بود که مثلا ما چطور میتونیم که تولید ده تولید خداداده و تبیر به تولید برنامه ای تبدیل کنیم. مثلا شیرین بویه. شیرین بویه در صفات شمال به ایتو در تپا می رویه. اگر ما 2000 هکتار بگیریم گردش چوب بگیریم و این برنامه ای تولیدش کنیم این فورا شهر ایجاد میکنه. یک شهرک کوچک یک کلینیک اول خیلی 200 دکان کار میکنه. 200 دکان همراه فامیلش کار میکنه. 5 نفر حسابش کنین میشه 1000 نفر. برای 1000 نفر یک کلینیک، یک مکتب، یک میدان فوتبال، یک میدان کرکت، یک میدان والیبال، یک مثلا مکتبه که بسیار مقبول این گپا، یک شفاخانه بود گپا ایجاد میشه. شهر ایجاد، شهرک ایجاد شد. حالا چی میکنین؟ میگن رو میکنن، همشونیم بویه را، همراه ریشه، بستش میکنن، همراه ریدسپانا. این رایی میکنن اندوسان. اندوسان برگ از زیره میکشه، از بیا میسازه، چوب زیره، تختیش پر پلیت برای دروازه میسازه، ریشه ازی از بیترین فلتر سیگرت دنیا است که در امریکا صادرش میکنه. Made in India. امی شیرین بویه ما. ما میتونیم چنین کار انجام بدیم. این معنا داره که ما در حقیقت تولیدات دیره از یک حالت سنتی و ننوی به یک حالت برنامه میاره. باید اگر آدم بفهمه چی تولید میکنم چقدر بهره به دست میارم. شما یه دکان میگه چی تولید میکنه نمیفهمه. میگه پدرم گندم تولید کرده بود من تولید میکنم. در حالی که ما گندم در به در کرده. اینم گندم. ما گندم خورترین کشور دنیا هستیم. هیچ چیز به دست نمیاریم شکم ما کلان کلان خوردم. البته با اجازه کسونه ما سهل نکنین از میشه که خود تاجید پهن بگیرین. یک وقت ما یکان تو را صدار آزا میدادم که این شکمه چه خکت هست هر روز پیش پیش نفر میرفتم از ما که لطف کردن باز با پیش نمی بدن دو با چه این شکمه خوب نیست ولی در این زمانه که قطعی هست بسیار خوب هم هست یعنی مانانه که خوردن هست فاریاب رقمی هست سمنگان جوجان سرپل ما در مجموع 635261 تا چی به دست میاریم؟ واید تقاضا رو به دست میاریم خب؟ در مینستود که هست؟ پوانتون که هست؟ این چیزا که هست؟ سار مهم هستین یا ما باید این واید ها رو بفاهمیم که چقدر واید تقاضا داریم؟ برای این واید تقاضا چقدر پیش میاریم؟ یه ده بار شاید دیدی دو ده هست که شما کار میکنیم چند تا دکان، چقدر نفر، چقدر کار، چقدر سرمایه گذاری به صورت بگیره این گپاس خیلی من تو بکر میزن کنیم پایم خراب میشه چیزای شما نایفم زیاد دیگه چیز بغلان، کندوز و غیره نه؟ زون شمال شرق است. این کنش میعین قمی کسی که باز میخواستن از دوست ما بگیرن صحیح میشه میش و پایتخت هم هست که بگون خوب است نه؟ یک سی متوجه باشین که من خواستم یه میده یک بگویم یک روز یکی از کلانا و وزیر سوه کلانی من نایفم وزیر میفتی کش یعنی شهر 6 میلیونی ما چطور کنیم یک بار این هزار بار نه؟ یعنی کابل امی کابل ما 4 میلیون و 372 هزار نفر هم 297 هزار چی داره یعنی 4 میلیون ما داریم 4 میلیون و 372 هزار و 977 نفر باشنده شهر کابل است تا اندازه بسیار نزدیک است برای زیگر از نایند من پرسان کردم اسیف جان از اسای مرکزی گفت که ما زیاد از چی گرفته میره نوایی و نگاه زیاد کمک همه میکنن ایره نه؟ و این اونا قدر چی داره؟ در مجموع ولایت کابل بس اونا قدر یک گپای خود داره که تقاضا داره ما تقاضاش هم میتونیم درک بکنیم حتی در کابل شما تقاضا هم تقاضای ده بسیار مطرح است تا تقاضای شهر متوجه باشین که با وجود که ما در شهر زندگی میکنیم تقاضای دیانه داره علمانا داره که زیاد چون فرهنگش ده به شهر آمده بسیار حرفای ما حرفای از دیهات است تا حرفای شهر بعض پروژه که با شما کار میدین که باز پروژه های دیهاتی است باز او
برای ما متاسفانه که خارجی ها گفتن که چنین چیز را ببینید که نمید دیاتیست چنین چیز شهریست. آقا این قرآن کریم نیست که الحمدلله رب العالمین بگویم که هیچ تغییر نکنه دیگه، این حرف خدا نیست دیگه. ما میتونم تغییر بدم مطابق با حرف خودم، مطابق با محیط خودم. شما تعریف خاصی را از دی وجود دارید، تعریف خاص من از استاد وجود دارید، تعریف خاص. حتی میتونن که یک کشور چون بسیار غیر متجانس است میتونن تعریفات خاص بر زنا ایجاد شد. چگونه ما همی کار انجام بده؟ بسته اگر شدیم به یک حرف کسی، همی یک امریکایی ها بسیار جالب گپ میزنن که هر کس که گفت که من چنین فکر میکنم آدم بزرگ است. هر که گفت من چنین فکر میکنم کنس خود میگه دیگه من هم نگه های کنم دیگه خیلی همی مسود چی نگه. اگر ما نگوییم ما یک گام نامنده، ما در قد یک توتیه از علم میشیم نه عالم. ولی حضرت آیت الله موسینی که از ما دوست بسیار نزدیکم است کلی گوره دوست داره. چرا؟ قرآن کریم باز میکنن یک آیت رو میخوانن پس مقامش میکنن سر زمین یک صد گپ میزنن، این شد عالم. غیر صورت ساملسن میگه که اگر عرضه و تقاضا را یک توتی یاد بتین کافی است که نامش بان اقتصاد دان. این اقتصاد مجرد دیده نمیتونه، اقتصاد بدون تاریخ، بدون جامعه شناسی، بدون روانشناسی، بدون ریاضی، بدون جغرافیا نمیشه که اقتصاد گفتش. نمیتونی بویش، حرکت داده نمیتونی. هیچگاه اقتصاد مجرد بده نمیتونه. مزایایی که برای وجود میاد که ما تقسیم میکنه میره، چند تا مزایا میاد. اولش دلایل ساختاری دولت میاد. ما در زون کار میکنیم. رئیس زون میاد. رؤسای زون با یکی دیگه وصل میشه. با رئیس جمهور و یک قسمت دیگه شم وصل میشه با یک جای دیگه. اگر حال بود اگر نیخود بونم رئیس جمهور بند میشه، میتونه که مستقیما گپ خود بگیره، مستقیما کار خود انجام بده. متوجه شدین؟ بسیار جالب میه. ما دلایل جغرافیایی داریم. جغرافی ما قسم ساخته شده که ما مجبوراً باید چند تا یک جا کار کنیم. دلایل تولیدی داریم. تولید در تعدادی از زونای ما کاملا جداگانه است و همچنین ما دلایل برنامه‌ریزی داریم و دلایل انسانی که در قد ما انسان‌های مشابه به هم در این زونا زندگی میکنن و به جای شدن و مهاجرت از یک ولایت به ولایت دیگه بسیار کم است. یکی از علتهای شکست اصلاحات اراضی در 1357 عدم قبولی و کوچی از دهقان‌ها از یک ولایت به ولایت دیگه بود. این در میدان شهر نتیجه داد و خیزش میدان شهر آغاز شد. مردم از جلال آباد آوردن که بعد شو در میدان زمین میدیم. گفتم ما نمیگیریم. چرا گفت نمیگیریم؟ هر چی گفتم او برادر خیلی در جیب زمین اول تو رو میتونم نمیگیریم. میفتزم اونجا نمیبرایم از این چی خود. بند برق کنه را که میساختن داود خان 37 قریه هم زیر میرفت. زیر بند میرفت. مردم قریه گفت که ما میشینیم تو چون سردار یه لوی سلای همه سپینزیر همه تو کو ما خشیشتگی استیم او بیاستن ما خیره ما با تو زندگی باشیم. مگم اجاب بشور نمیدن. چرا؟ پدر ما اونجا بودن این خانه از پدریز بالا برد باشور بکنه جا بند ساخته نشد. گفتن خیلی باننش بعد که باز وضعیت خوب ساختیم باز بند میسازیم که 1357 شد باز دادخان رفت و نشد کار ما. کدام کالا رو در کجا جای بدیم؟ سوال است. نه؟ سوالی که همیشه چنین میه. ما در تعداد از زونهای خود اختصاص داریم به چیزهای خود که بسیار قوی کار میکنیم. مثلا شمال شما را شما دخل گاز، نفت، قالین، گلیم، فراخول انرژی، مالداری و میوه‌جات کار میکنن. بیشترش کار کنید. در این حساب کنین اکثریتی از این دیس. اکثریت دی میره. کارشن. بعد دیگهش مثلا شمال شرق برنج نمک ایجاد میفهمین. شمال شرق از خاطر برنج گرفته می وقت برنج دور دیردون یکی از خوبترین برنج های دنیا است ولی گم شده. شما برین در بازارا بگردین برنج دیردون نمیافین. در پخته شدنش یک آدم دست کلان داشت 10 دانش پلو پلو میمد این دست کلان 10 دانش برابر میشد. هنر ایجادش میکرد. از پیش ما خطا خورد. یک وقت من جناب دکتر سوکیل دیدم در جلال آباد پیش از فوتش در چی در پشاور اونا به من گفتن که ما یک سماروق را پیدا کردیم در بدخشان و این را آزمایش کردیم در کل افغانستان قابل تطبیق است که می رویه. یک کلی خشک از او در پشاور 3,500 کلدار داشت. این که آساس ها می رفت تا $3,000 هم می رسید در اروپا.
گفت که واسه این گندم ما خوب سماره کم کش کنیم، همین سماره که ترویج بدیم، بعد بفروشیم، قسمتش گندم بخریم، قسمت دیگهش در جیب مردکان میمونه، میره یک چیز دیگر یک صنعت دیگر کار میکنه. تا حال یک بار اگه شما میالیم شما کل ماشیتیم یک بار کدام وزیر کدام متخصص در گفتن در جایی که زنده باد وکیل دکتر سو وکیل نامش گم شده، وکیل که نمود زراعت افغانستان است، نمودش است، او باید بر از او یک اقل مجسمه خود نمیمانه که جور شد و یاد نمیمانه، ولی اقل یک نامشون یک جاده یک جای به نام دکتر سو وکیل شده دیگه، اقل در میدان شهر یک چیز ساخته شده شد. بسیار بزرگ از دکتر وکیل تمامی چیزهایشان که بودمی طرحایی که داشتن و چایی که انجام دادن به خاکدان برد را شد، نمیفهم که چی شده بود، از بین بردن به خیلی. تعویض واردات چگونه انجام میشه؟ ما تعویض واردات هم به کار میبریم، به اساس نمیگم حد اکثر 5 سال تعویض واردات صورت میگیره. تعویض واردات در اولین بار که حرکت میکنه در زون سازی در 5 سال چین تعویض واردات صورت میگیره، مواد نفتی، مواد تعمیراتی، مواد غذایی، مشروبات غیر الکلی، منسوجات و ادویه‌جات. یک از اون در خدمت مواد غذایی است که کلین وظیفه ما است که چین رو انجام بدیم، در صورت ما چین کار کنیم. این کاملا دقیق است، یعنی معنا داره که مرافعی هم برای نفر گرد زده، مثلا خصوصا در قسمت مواد نفتی و سفر گروه کام گروه و همچنان نبیزاده و جنان رازرش که کارشان رو میکنن، گفتن ما تا 5 ساله اگر ما رو بانن تا 5 ساله کاملا ما میتونیم خود ما خودکفا بسازیم. در صورتی که ما 5 سال خودکفا بسازیم ما 4 میلیارد دلار چین کار انجام بدیم. از این لحاظ است که وقتی ما تر هم میکنم دسته زون سازی ما از 10.5 میلیارد واردات تنها 7 میلیارد شما میتونیم که داخل دا تولید بکنیم یا باز وقت خطا میشه. ما 7 میلیارد دلار از 10.5 میتونیم که داخل تولیدش کنیم فقط 5 سال، تنها 4 میلیارد تنها هموز یک نفتش است ما شما میتونیم کار انجام بدیم. چی کن سیاست مایی به کار رو باریم؟ میگن که ماده 10 سیاست مایی به کار برده نمیشه، میگن که WTO گفته که سیاست مایی به کار نبره. لکس WTO نگفته، WTO ما نازدانه هستیم، میشته که در افغانستان مانند افغانستان کشورهایی که تعدادی از منابعشان قابل عزیز که مایه کنن مایه کنن اگر یادیز برشان ما میتونیم مایه کنیم. ماده 10 چیز دیگه گفتم، ماده 11 چیز دیگه گفتم. ماده 11 در حقیقت عموم اقتصاد لیبرالیسم مداخله‌ای است که دولت حق داره که به منظور اصلاح به منظور رفاه خودش مداخله کنه. ماده 11 ما فقط یک گام کار داریم، از ماده 14 به ماده 11 بعد از یک شنبه خلاص نمیایم. دکتر آمده به که ما سکتور دولتی را تکمیل کنیم، دیشب که پاش مطرح بود مسئله این جوا و کفار مطرح بود، یک چی میگیره نه؟ اول یک مقدمه میگیره، باز در مقدمه یک کار انجام میده. مثلا ما 130 تصدی داریم، 130 تصدی با 65,000 کارگر داشتیم، فقط با یک اشتباه با تفسیر اشتباه آمیز قانون اساسی ماده 10 ما از دست داده میشه. خوبترین کارگرهای ماهر و انجینیر را داریم، حال دکاندار است، نانبای هستن، تکسیریان هستن، چون یه دفعه کار شخصی دادم کنه باز کارهای دالدیر نمیکنه دیگه، باز سیاه کنه خودم درا کنه نه، ولی اگه انجینیر بیچاره میره زیر افتاو میشینه، یک مامور اومده زیر یک زیر پشتک میز میشینه، کی میبره لوکس انجینیر را قاصر او 5 6 سال هر روز کوسای انسان گفته در گرفته ده انجینری هیچ ای دست در جیبش تورس خوبه بخیر است انجینیر پشیمون میشه که ما چیکونه ما دیگه انجینیر خوندیم. از همین خود کل اولادا رو ما یاد میدیم بر دکتر شو کمی صف اول که میشه کل زبر سفیر بر دکتر سم میگم استاد دکتر سم میگم من در خانه بر دکتر سم میگم من دخترکم دکتر است بر دکتر سم میگم به یک دکتر سم به یک بسیار کشفش نه دکتر دیگه که بسیار لایق است و موثری تو گپوتر ما چی بگیم بره خدا نه غیر را جانم بگیم گپو بگیم راه نداره خب یا افغانستان است. مالداری ما تا 5 سال میتونیم ارث کنیم، مالداری در صورتی که غال مغال فاکولتی وترنری رو گوش کنه. شما یک روز من با یک بچه میگم این رقم خودم باره، من یک پوانده میارم از وترنری که ببینه که چی عشق بر تو میریزه. اینا حق ندارن که در پشتر یعنی تعمیر چون اموج یک چند تا گاو چند تا حیوان نگاه کنن که عملی کار کنن اونم نمیتونن. ایرانی ها مرا گفتن که ما حاضر هستیم که فارمای بسیار کلان مالداری در افغانستان ایجاد کنیم،
شما رایتشون رو جور کنین، ما شما رو عقل زمان میتونیم. من رو گفتن و بسیار با ایسون کش کرده خودم طرف ما نه، همین دفتیدگی زمین ایوانات و زندگی است. شما گوشت وارد میکنین، شما فضل خدا چوب وارد میکنین، چوب وارد میکنیم، حالا هر چیز ما وارد میکنیم، لیمو را از برازیل وارد میکنیم، ما تو مردم هستیم خدا داده نه، ما کینو را از آفریقای جنوبی وارد میکنیم. شما برین میگوسان پول از کجاست؟ میگه آفریقای جنوبی. سوال جالب است نه، آدم کم وطن دوست باشه واس فریادش خدا بود میبره و میگه خدای من مرگ بده که نمیدونه باشه نه. اخرن در خارج کسی مردم داوق میزنن خیر است، برای خارجی تو خارجی هستی ولی دنیش تو میشه. ما گفتم پیش از ایمیل سر تا پای ما بینه هیچ چیزش داخلی نیست نه، حتما با الکسیز ما میداشت دیگهش. مواد غذایی تا 6 سال با خدا ما میتونست مواد غذایی را، ما فارم غازیاباد را داشتیم، یکی از بزرگترین صادر کننده منطقه از میوه‌جات سیتروس و زیتون از جلال آباد ما شما به شورای او بود، از شکن نمیشه و جورشون نمیکنه. خدا داده مزید میخواد که شما خوار نشین. یگان تا میگه با خدا زدگان نه، ما تو نمیگم، میگم با خدا زدگان ستیز نکن که خدا زدگان رو خدا زده است. این مردم افغانستان خدا زده، هیچ چیز نمیتونه یا با خدا. این خودشون نمیفهمه که ما بر چی میکنم. ما میریم گفتیم پروانی ها با آمدی با میری، آمدی با میری، گیرین آمدم با میرم، خیلی در قصه شما نیستم. این گفای خدا چی بود؟ یک دعایی که حضرت رئیس گفتیم، دعای اینمی است. این دعای یقینی است که خدایا مرا توانایی ببخش تا بپذیرم آنچه که نمیتوانم تغییر دهم. نمیتوانم. ما 4 تا یزید در نقص خود ما شریک میکنیم و خدا را دعا میکنیم و واسطه میشیم که خدایا تو یک کار را انجام بده که ما را از درون ما چنین چیزی را بیرون کن. ما همیشه چیزی را نمیتوانیم شلع هستیم که میتوانیم، چیزی را میتوانیم پیش از اون نمیگردیم. در بین از اینا قضاوت درست نمیتوانیم و همیشه هم متوجه از ایستم که من اینجا گپ زدم در پیش انستود همین انستود کلش من را بپذیره. دیالوتیک یادم میره تعداد آدم ها همیال من را دوست دارم، میگن استاد مسعود چه خوب گپ زد، تعداد دل خود میگه که ساده هم در رقم دیگرار گپ زد، تعداد دیگه میگه ناقی آمده بید کمی نام که نام جسه که گپ زدن های زیگ. این دیالوتیک است. 1,400,000,000 میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، باقی مانده میگه محمد واسط رسول. دیالوتیک است، قبول دارم دیگه. از این لاز این آخرش ما توقع داریم که هیچ کس نگوید که هم چیزی که ما میخوایم کس بکنه، مگر اینکه قانونی باشه. خدا شما رو کم نکنه، عمر شما دراز، منت باشه. یک قریب یک محصول که شما درسو شدید اون که جاپان شروع شد و مالی که حسین جنوبی هم پیش رفت، امی مفهوم با بی مالی شما چی بیده؟ چی هم خانی داره؟ بله سکر مدنه یک مرکز تحقیقاتی که معلومات وسط ملی موجود باشه، ای در ایجا جور شوه یا هر جایی شوه، در این قسمت بعضی مشکلات بگوییم یا موضوعات بگوییم در افغانستان وجود داره که طرح شما را میخواییم در این باره داشته باشیم یا نظر شما را داشته باشیم که چگونه امیر ما بنیاد بگذاریم یا پیش بریم. مثال در افغانستان ما که یادم رفته بود که بگوییم که اگر موزون بسازیم و تقسیمات هشتونی را انجام بدیم، مشکلات بودجهی ما از بین میره. یعنی ما در حقیقت یک بودجه متمرکز اولی را تقسیم میکنیم به 8 بودجه که با وجود قبول میکنیم مسئله مرکزیت بودجه کلان. این وقت بودجه ها به 8 بودجه میره و بودجه هم در حقیقت بودجه 5 ساله باشه، در حقیقت برنامه‌ای باشه، میتونه که در حقیقت خود زون تصمیم بگیره که کدام ولسوالی باید قوی شود. برای زون دیگه مطرح نیست که در نورستان است یا در کنر است یا در لغمان است. مشکل چی است که اگر ما در اون گرایش ها شامل نشه که یک مشکل داریم، ما در اون گرایش ها شامل نشه بس خراب است. حرف جناب استاد که ژاپنی ها و کل مردم حرف خود میزنن، ما در حقیقت اگر ما نمونه از دیر ایجاد کنیم در بعضی مواقع دویگه اختی ما برای وزیر صاحبه که امی بازی مردم برش پیشنهاد کردن که بیاین ما در کابل، وقتی وزیر معرف کردن در کابل یک 10 مکتب نمونه ایجاد کنیم. این 10 مکتب ببریم به سطح ملی،
بعد ده مکتب بورن در سطح منطقوی دیگر ها به این نمونه اصلا ملی میشن بعد منطقوی میشن در غیر ما نمیتونیم مثلا مکتب ویبیا، نادریا، سکلال، امانی را بیرین جور کنیم یک دو تا مکتب دخترانه را به سطح منطقه بلندش کنیم ملی اول که بسیار قوی که دیگر ها این نمونه بگیرن بعد برن به سطح منطقه و غیره ما این شکل چنین کار را انجام میدیم ژاپنی ها چنین کار را اصلا انجام دادن خودشون هم انجام دادن یعنی معنا داره که اول ژاپنی ها در بازسازی خود از هیروشیما و ناگاساکی آغاز نکردن زورشون نمیکشید و در پالوش در اطراف توکیو اینا را آغاز کردن آرام آرام آمدن در خط خودت بزرگ ساختن و خودم متمرکز ساختن در یک چیزی اگر هست وقت ما حتی در بحث خودم متمرکز بسازیم خودم ما میدان را میبریم هر چقدر پراگنده شدیم از پیش ما خطا میخورن با خصوص در کشورهای رو بمیشافه که بزرگترین مشکلش مشکل سرمایه است. ما در خط زمین داریم کار داریم سرمایه مدیریت مشکل داریم که حالا اگر چهار عامل بگیریم در سه عامل ما دوش داریم و در زمین در سه کار ما مشکل خود داریم برای اینکه ما کار غیر ماهر داریم یعنی کار ماهر نداریم ما کارگرای ساده داریم که کار کنه کارگرای ماهر ما آرام آرام بیرون میاد از این لحاظ اون مدل که از مدل ژاپنی هست میشه که استفاده شه حالا ما هر چی بگم که من تو نظر دارم که هر فرموله میتونه کار کنه اینجا مگر اینکه با محیط ما آشنا شود و با محیط ما در حقیقت آماده و عیار شود ما در حقیقت انقلاب سوسیالیستی را آوردیم چون با محیط آماده نبود سقوط کرد ما در حقیقت انقلاب اسلامی را که با حد آخر قدسیت و با خدا و با قرآن مجید آمد و هر کدام ما به خاطر مبارزه کردیم و به خاطر که بیاید چون محیط آشنا نکرد سقوط کرد نظام سرمایه در 5 سال اول بسیار کار جالب داد همگی ما پسر از نظام سرمایه ساخت شدیم حالا میبینید با مشکل مواجه شده با محیط آشنا نمیشه 5 شرط در اینجا وجود داره 5 شرط دولت امنیت زبنا قانون و کلچر فرهنگ همو نظام مدل را می آمیاریم همی گه وجود داره دولت نمایه کنه امنیت باید امنیت پروژه و مدل باید موجود باشه قانون تطبیق کنندهش هم باید ما ایجاد کرده باشیم فرهنگ پذیرش هم وجود داشته باشه و در حقیقت وقت ما میتونیم که یه تطبیق بود